به خاطر همین میگم که شما قدرت روحیه رشادت بگیرید مردم نترسید. شما همین بانوی سلحشور ایرانی ببینید یه حزب اللهی تو خیابون مزاحمش میشه به خاطر حجابش اینا، بیا بعد این وقتی میره اونو میزنه، بانو این زن از خودش اینقدر زیبا دفاع میکنه، میزنه این یارو لط و بارش میکنه، نگاه یه زد حالا میخوره، حالا خانمه میزنه اینو، ولی این مردم بی غیرت اونجا باید بزنن این مرتیکه رو، این تازی رو، این سید تازی رو باید بسنیدش. نگاه مادر نگاه میکنه، صفا میکنه، بی غیرت ها، نازن مردم، ناموس مملکت اینان، زنان شیر زنان ایران امروز، عزیزان من اینان، از اینا باید یاد بگیرید، رهبران آزادی بخش امروز ما این زنان، این بانوان سلحشور آزاده. من قبلا این به آگاهیتون رسونده بودم، خط مشتبه اینه که سادات تازیست، خطش اینه که صاف کنه و به غرب هم گفته، غرب که نیست، به همون گلوبالیسم جهانی که آقا ما هستیم، این همه رو تربودون میکنیم، تازه بعد فلسطین هم که جریان اخیر دیدین اینا شادی میکنن، اینا شکست خودن، کشتنشون، قتلامشون کردن، همینا تو تونل ها کشته شدن، تمام تروریست ها و خجنه از بین رفتن، اون مشکارم که داده بود پوتین و میلیارد ها دلار گرفته بود همون هم خب علیکی مصرف شد دیگه، تموم شد قضیه، یعنی مسئله فلسطین هم تمومه، متوجه میشین؟ ایشون مسئله فلسطین رو خیلی وقت حل کرده، مجتبی پیغام که برای اسرائیل فرستادین ها، برای همین الان تو گلوبالیسم جهانی هیچ کس اصلا غیر از سیاوش حرف نمیزنه، شما شنیدین کسی اسمشو بیاره مجتبی رو حرفش بزنه این موارد رو بگه؟ همه قشنگ آمادن که مرگ به قوش امسال، امسال احتمالا من چون بهتون پیش از این گفتم که خامنه اصلی مرده، این ربات کامپیوتریست که کار میکنه، رهبر اصلی مجتبی است از پشت صحنه، هیچ کدوم از اینایی که میبینین اصلا ماه به ماه هم سال به سال خامنه ای رو نمیبینن، مگر اینکه تو همین نشست های عمومی میشینن، بعد هم صحبت خصوصی هم با هیچ کدوم نداره، رو همین لیست و انتخابات و اینا 5 روز شورای نگهبان تعطیل کردن، 5 روز اروا عمشون فکر کردن میتونن برن خود خامنه‌ای رو ببینن، بگن آقا بیا یکی از اینا را بذار تو دیگه، بنده خدا اسحاق جهانگیری رو بیا بزنیمش دیگه، الله لاریجانی رو بزنیم، گریه داره میکنه، گریه گریه افتاده، هیچ کدوم اینا رو اصلا نتونست بتن ببینن، تازه مجتبی رو نتونست ببینن، مجتبی هم آدمش رو به اینا فرستاد، پاسدارش گفت برید کارتون رو بکنید، آره چرا شما از خاطرش جمعه، یعنی خود خامنه‌ای میره گفت من پخش کردم صدا شراتون، گفت من نباشم بعض همه شما گم میشه، یعنی مجتبی ساخته پاخته خودشو کرده با اینا. شما اگر یک رضا شاهی بلند نشه و این سادات تازی رو از این سرزمین مثل کاوه آهنگر، مثل بابک، مثل اسپارتاکوس که برای نجات یهودی ها برخواست، اسپارتاکوس شکست خورد ولی کوروش اومد، کوروش زن پیروز شد، موسی آمد نجات داد، بابک ما رو زدن کشتن، بابک خرم دین رو، هم قدیمیر میگم ها، الان بابک خرم دین پیروز باید باشه، الان یه یعقوب لیث باید باشه، اما نترسین، پی میگم بت پرست و تکیل، اما یکی باید بلند شه، دیدید که حتی از پاسدارای خودشون میترسن که حتی تو نامزدها، تو کاندیداها بذارن تا این قدر واسشون جمعه، نترسید اونجا بشینید بگید برای خیلی چیزایی که نمیزنن شما رو بکشن، از این زن یاد بگیرید، از این زن یاد بگیرید که آخونده رو چجور ترد با داغونش میکنه، از این زن یاد بگیرید که این آخونده بایست آدمایی که اونجا هستن بزنن لتو پارش کنن، صندلی گذاشتن که این اولاق مثل 1400 سال پیش که حمله میکردن با شمشیر موقع لاغر داشتن میادن زن و بچه شما رو بهش تجاوز میکردن، مردان سر میبریدن میکشتن، بچه هاتون هم غلام بچه بهشون تجاوز میکردن، خب اگه میکشتن الان که نمیکشن، آقا چه صندلی میذاری مرد که آخونده اونجا بشینه به زن و ناموس مملکت توهین کنه، خب غیرتی.
من 40 سال سواره. راست میگه سواره. بله. خود میگن واقعا من اینو بدون شوخی بهتون میگم تو این 40 سال من الان میدونید که 50 سال شد که من فعالم 50 سال من 14 سالگی نوشتن رو شروع کردم در روزنامه نبرد ما آقای صدر طباطبایی یادش بخیر چون آقای هوشمند صاحب امتیاز بود صدر طباطبایی سردبیر شد و من تو نوشتم تو نبرد ما نبرد ما او آفتاب شرق روزنامه خراسان مجله کاریکاتور روزنامه مردم وابسته به مردم من تو این 5 تا روزنامه از 14 سالگی شروع کردم مطلب نوشتم الان 64 سالمه یعنی 50 سال من دارم می‌نویسم 23 سالم از 30 سال خورده و 35 سالی که دارم صحبت میکنم تو تمام این دوران تلاش و فعالیت هم میخوام اینو به شما بگم مهربان دارم باید تو میدون باشیم ناامید نباید بشیم باید امید بدیم خیلی از دوستان ما شناختم و میدونستم که از دیروز تا همین پریروز ناامید شده یه هم میبیند تو میدون میتازه یه هم میره که بیشتن حالا 1 سال 2 سال 5 سال ناامید میشه نباید ناامید بشیم نباید فکر کنیم گلوبالیست ها دنیا رو گرفتن سادات تازی گرفتن اینا با اونا ساختن نه همه چیز ممکنه همه چیز ممکنه اگر بخوایم من نمونه رو از خودم بارها بهتون گفتم چون 50 سال تلاش سیاوش اوستا است و در 6 ماه جون در شهرداری پاریس 5 بغل و پانتئون همون آرام پانتئون فرانسه خیلی مشهوره باغ لوکزامبورگ نمایشگاهی است که از بین تمامی نویسندگان فرانسه 50 نفر اونجا مثل هر سال انتخاب شدن کتابشون میذارن حالا من که هیچی من حساب نمیشم ولی 50 نفر از پرفروشترین محبوبترین نویسندگان فرانسه اونجا هستن حالا اونه که صدا من میشن میتونن تشبیر رو میتونن بیرن این 50 سال میشه که ما نوشتیم و چه کردیم توی این 50 سال میخوام بگم عزیزان من خیلی چیزا دیدیم ولی همیشه من هدفم این بوده به شما امید بدم ناامیدتون نکنم از میدون در نریم امیدوار باید باش حالا اینو میخوام بهتون بگم منو میبینین من اینکه اینجا من نشستم پیش شما هر آرزو چی؟ دریم رؤیا هر آرزوی که یه آقای زرقامی اومده بود گفت زرقامی تفلی آدم دلش مالی نبود سوزه به دای خدا واسه رئیس جمهور بشه نه یه دوست کاندیدا شده بودن حالا رضای لیاقت داشتن یه کم بزن رئیس یا آخی تو آیا بچه خود چی کشته درود دارم به مادرش مادر احمد رضایی رفیق من بود احمد رضایی رفیق من بود شجاع بود دلیر بود کشتنش خب چون بچه شو کشته نگهش داشتن حالا یکم بازیش میدن ولی پوقی که چیزی نمیشه که آخه تا اینکه کار میدونستی بگه انتقام بچه تو میگرفتی حالا انتقام نه پرونده رو در میابادی تحقیقات میگردی نه که مثل حسن روحانی که بچه شو با کلت خودش کشته شده رفت همه رو کرده اما بازی ندین مردم حالا این میخوام بهتون بگم با مهر یزدان پاک من لایک هستم خردگرا هستم ولی به این معتقدم که در هستی یک قدرتی است یک نیرو و یک انرژی است که از همه ما قوی تره من به او باور دارم اسمش خداست یزدان پاکه اهورامزدا است گراند آرشیتکت دو لونیور هست معمار بزرگ هستی است هر چی هست من به او اعتقاد دارم برای همین از کودکی من هر آرزوی داشتم بهش رسیدم هر آرزوی که داشتم فقط برای ایران آزادی ایران آرزوی نهایی منه آخرینه که 40 سال دارم برش مبارزی میکنم مطمئنم بهش میرسیم بچه ها بهش میرسیم کار من کردم اگر روشم بعد تو دنیا وای همه چیز ممکنه همه چیز ممکنه یه روز به پرنسس لیلا پهلوی اینو میگفتم وقتی که محبت میکرد جلوی جمعی نشسته بودی گفتم تو باور میکنی
اورمزد ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv